سلام دکتر صاحب عزیز ان شاء الله که همگیتون سلامت باشین در لیکچر ما در مورد کامپوننت آف دی می صحبت میکنیم اینکه اجزای تشکیل دهنده یک بدن انسان چی هستن البته مباحثی که ما در این فصل هم صحبت میکنیم بیشتر مربوط به فیزیولوژی و هیستولوژی میشن و از فصل های بعدی ان شاء الله ما مختص سر هیستولوژی صحبت میکنیم در اینجا ما در مورد اجزای ساختمان بدن ساختمان حجره، سایت پلازم، هسته، سرکل حجروی و ارتباطات حجره و شرایط حیاتی حجره صحبت میکنیم. چون اصل و اساس و بنیاد هستولوژی را سل یا حجرات تشکیل میتن، به همین خاطر از ما در ابتدا میایم فیزیولوژی حجره را بحث میکنیم. زمانی که فیزیولوژی حجره را فهمیدیم، بعد میریم سر مباحث بعدی ما که مختصر هستولوژی باشن، بدن یک انسان از سه جزء حساسی ساخته شده است که حجرات است، ماده بین الحجروی و مایی نسچی هستند. در اینجا ما حجرات را داریم ای اگر یک سل باشند مجموعه از حجرات از لکچر قبلی ما میفهمیم که به گروپی از حجرات با همدیگر یک جا به این میگن یک نسج یا تیشو اینا تنها حجرات نیستن که یک تیشو یا یک نسج می سازن علاوه ای که ما در اینجا حجرات داریم یک تعداد ماده بین الحجروی داریم در دا این اینجا یک ای 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 رشته های هستن که رشته ها میتونن رشته های کلاژن باشن میتونن رشته های الاستیکی باشن میتونن که فایبرهای دیگر باشن که ای فایبرهای های بینال یا ماده بین به اینا گفته میشن و همچنین یک تعداد فلوید یا مایع وجود داره که به نام water substance و یا tissue فلوید یاد میکنن پس ما در اینجا فلوید یا مایع هم داریم پس یک حجره در حقیقتش خود حجره اجزای ساختمانی دارن حجرات با هم دیگر یک جای میشن در یک گروپ مخصوص که یک نسج بسازن نسج تنها و تنها از حجرات نیستن علاوه بر اینکه حجره دارن ماده بین الحجروی دارن و فلوید دارن مایع نسچی باشن حجرات شما به مکمل صحبت میکنیم و به همین ترتیب قسمت های دیگر هن. قسمت اول سل یا حجره است. حجره کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفوی موجود زنده هستند. مبحث اصلی این فصل ما حجرات هستند که ما یک حجره را بشناسیم که حجره در بدن انسان چی وظایف عمده را دارند که حجره متشکل از یک هسته است به نام نوکلیوس یاد میشن و قسمت هایش به نام سایتوپلازم یاد میکنن و یک دیواره حجروی دارد که ما تمام قسمت های سایتوپلازم دیواره حجروی و هسته را یک یک صحبت میکنیم ما در اینجا مواد بین الحجروی داریم ما گفتیم که اگر ای یک سل یا حجره باشن مجموعه ای از حجرات که میاین و یک نسج میش بین از این حجرات مواد وجود داره را ماده بین الحجروی میگن این ماده بین الحجروی میتونن الیاف کلاجن باشن الیاف تکرشتوی هست یعنی شاخه ای نیستن و زخیم است میتونن که اینا الیاف شبکوی باشن که اینا به صورت فایبر یا شبکوی هستن یا الیاف لاستیکی باشن که نازک تر است نسبت به الیاف کلاجن اینا هر کدامشان بین حجرات وجود دارند و یا میتونن ماده بدون شکل باشند ماده بدون شکل مثل آب است فرق با آب ندارند فقط غلظتش بیشتر هستند و ساختمان ژلمانند دارند محیط چسبناک می داشته باشند اینا موادی هستند که در فاصله بین حجرات قرار دارند سبب میشن تا حجرات با هم دیگر ارتباط داشته باشند یا حجرات در ناحیهشان ثابت نگه می دارند. قسمت دیگر تیش و فلوید هستند آب بدن در رفرنس های مختلف متفاوت آوردن بعضی گفتن حدود 60 70 فیصد بدن انسان را آب تشکیل میتن مبحث بعدی ما تیشو فلوید است در رفرنس های مختلف متفاوتی را ذکر کردن که بعض از رفرنس‌ها ها آوردن که 60 تا 70 فیصد بدن انسان را آب تشکیل میتن ولی در کل همه رفرنس ها تا حدود 75 فیصد آب بدن انسان را آب تشکیل بدهد موافقت دارند. ما در دا اینجا 60 فیصد میگیریم خاطر آسانی کار. از این 60 فیصد اگر ما ایر یک انسان بالغ فکر کنیم که این انسان بالغ 60 فیصد بدن ایره آب تشکیل میتن. از این 60 فیصد بدن این نفر که آب تشکیل میتن اگر این حجره باشن چل فیصد آب در داخل حجره قرار دارن 20 فیصد آب هم در خارج از حجره قرار دارند. از ای 20 فیصد آبی که در خارج حجره قرار دارند 5 فیصدش خون تشکیل میتن که بدن هر شخص میفهمیم بین 5 تا 5 نیم یا بین 4 تا 5 شاره 5 لیتر خون دارند. و 15 فیصد دیگر هم مایه نسجی تشکیل میتن مایه نسجی یعنی مایه که بین حجرات قرار دارن بین حجرات یک تعداد م... یک مقدار مواد وجود داره که به نام مایه نسجی یاد میکنن پس در کل آب بدن انسان 60 فیصد هستن 40 فیصدش داخل حجره هستن حجره او را به خاطر عملکرد های مختلف مورد استفاده قرار میتن 20 فیصدی که خارج از 5 فیصدش خون ما تشکیل میدن 15 فیصدش هم بین حجرات وجود دارن حال ما در مورد حجره صحبت میکنیم چون بحث اساسی ما سر حجره است ما باید حجره را بشناسیم از دوران مکتب با ما یک شکل به این ترتیب میکشیدن میگفتن این یک سل یا حجره هستن حال ما میگیم که این سل یا حجره یک قسمت ماده اساسی دارن که را به نام پروتوپلازم میاد میکنن در حجره آب وجود دارد مواد پروتینی وجود دارد مواد شحمی وجود دارند و به ترتیب اونا را تقسیم بندی میکنن به هسته و سایتوپلازم قسمت مرکزی هجره را به نام هسته یا نوکلئوس یاد کنند و اطراف هسته سایتوپلازم هستند که سایتوپلازم میتونن قسمت های مختلف را شامل شن در اینجا اگر ما دوباره یک هجره داشته باشیم این قسمت وسطش اگر باشه نوکلیوس یا هسته است متواقی قسمت ها همه سایتوپلازم هستند سایتوپلازم میتونن ارگانیل ها را داشته باشن مثل میتونن که این یک میتوکاندری باشن در اینجا میتونن که گلجی اپراتوس جاز گلجی را داشته باشن میتونن که اندوپلازم کریتوکولم را داشته باشن میتونن که گرانول ها را داشته باشن لایزوزوم را داشته باشن پراکسیزوم را داشته باشن که ما در مورد هر کدامشان صحبت میکنیم در ابتدا سایتو پلازم. خود سایتوپلازم چی هستن؟ ما در اینجا این قسمت مرکزی کنترل فرمان هستن ناحیه کنترلی هوش از کورا به نام هسته یاد میکنن مطابقی قسمت ها را به نام سایتوپلازم یاد میکنن سایتوپلازم یک قسمت مایع دارن 85 فیصد یا 80 فیصد حجره را آب تشکیل میتن اینی ای قسمت آب حجره را به نام سایتوزول یاد میکنن این سایتوزول میتونن که مواد پروتین دار باشن میتونن که انزایم ها باشن یا میتونن که آب خالص باشند با خاطر فعالیت های قسمت ها یا ارگانل های بدن ارگانل های اجره میبخشین مورد استفاده قرار میگیرند. ارگانل ها واحد های زنده و دائمی سایتوپلاسم است یعنی چی یعنی ما در اینجا مایتوکاندری داریم مایتوکاندری همیشه در داخل یک حجره وجود دارند ولی ممکن است که هاب حجره کم یا زیاد شوند انزایم در حجره ممکن است یک انزایم در حجره وجود داشته باشند یک انزایم دیگر وجود نداشته باشند ممکن است بعضی مواد پروتئینی در حجره وجود داشته باشند بعضی ها وجود نداشته باشند ولی همیشه هر حجره مایتوکاندری دارند هر حجره لایزوزوم دارند هر حجره واکیول دارند هر اجره گلجی بادی دارن و هر حجره هستن که اندوپلازمیک ریتیکولم دارن که هر کدام ای که چی وظایف را دارن ما در دا مورد سراتی پلازم و سرات کلی میخوانیم در ابتدا ما در مورد غشای حجره صحبت میکنیم چون زمانی که ما یک حجره داریم از بیرون به داخل بیایم ابتدا با غشای حجره سر میخوریم اگر یک حجره باشن ایره ما فقط اینی قسمت دیوارش بزرگ نمایی میکنیم این غشای حجره است غشای حجره از دو طبقه فاسفولیپید ساخته شدن یعنی در اینجا یک گروپ فاسفید است یک گروپ فاسفید هم در اینجا هستند و این مولکول هایی که به فاسفید ها آویزان هستند اینا مولکول های لپید است پس ما در اینجا هم گروپ های فاسفید را داریم هم اینا فاسفید است و لپید داریم دیوار و حجروی از دو طبقه فاسفولیپید ساخته شدند. یک طبقه فاسفید و لپید یک طبقه فاسفید و, لپید دیگر در اینجا ای فاسفید است و اینا هم که به شکل تار است اینا گروپ های لپید هستند این ها، چی اهمیتی دارن این ها اهمیتش ای هستن که در بیرون حجره مواد را نمیگذارن که داخل بیان و از داخل حجره مواد را نمیگذارن که خارج شن مگر اینکه حجره ضرورت داشته باشن یک تعداد مواد خاص میتونن از اینجا عبور کنند چون این فاسفولپید است از لپید ساخته شده پس مواد شحمی به از داخل بیرون میشن و از بیرون هم داخل شده میتونن هیچ مشکلی ندارن و موادی که شحمی نیستن مواد بزرگتری هستن اونا سری که دیفیوژن و از طریق چینل هایی که در حجره هستن که اونها را به صورت مکمل در فیزیولوژی میخوانید داخل حجره شده میتونن موادی که داخل حجره میشن به دو طریق هستند مواد میتونن به صورت فاگوسایتوز داخل شوند یعنی اگر جسم جامد باشن او را میگن فاگوسایتوز داخل میشن اگر در اینجا مایی باشن او را میگن پینوسایتوز و داخل میشن یکی ما فاگوسایتوز داریم و یکی هم پینوسایتوز داریم جامد باشن فاگوسایتوز مایع باشن به نام پینوسایتوز یاد بشن موادی که خارج میشه هم به می ترتیب هستن میتونن که اونا بدون ای که ویزیکل تشکیل بتن خارج بشن و یا ای که داخل پاکت های به نام ویزیکل دستبندی بشن بعد خارج بشن علاوه به این غشای حجره از نظر وظیفوی اهم اه اهمیت دارند یکی که سبب میشن یک حجره حجره دیگر را بشناسند ما در اینجا یک حجره داریم در دا اینجا حجره دیگر داریم در دا اینجا حجره دیگر داریم اینا از طریق غشای خود به همدیگه ارتباط برقرار میکنن و سبب میشن که اینا یکی یکی دیگر را بشناسند این حجره با این حجره ارتباط برقرار کنند این یکی از وظایف هستند میتونن که مواد را خارج بسازن سایتوز. میتونن مواد را داخل بسازن پینوسایتوز میبخشید اندوسایتوز و یا میتونن که وظیفه سنسیشن را داشته باشن مثلا یک ماده میاین به این وصل میشن به این اتش میکنن این حجره او را احساس میکنن این احساس یا سنسیشنش به خاطر چی هستن به خاطر غشا هست در داخل یک تعداد ارگانل ها وجود دارن حال ما اگر این دوباره حجره باشند ما در مورد غشای های حجره به صورت مکمل بحث کردیم حال میایم داخل حجره اولین ساختمان را که ما میخوانیم مایتوکاندری هستن مایتوکاندری از دو غشا ساخته شده در اینجا ببینید این مایتوکاندری هست این هم مایتوکاندری هست این هم است و این هم است برای اولین بار که در سال 1900 بود مایتوکاندری را وقتی که دانشمند کشف کردند دیدن که اونها یک ساختمان قایق مانند داشتن این یک ساختمان را دیدن و گفتند که این یک مایتوکاندری هستند و تا سالیان زیادی یک ساختمان قایق مانند را به نام مایتوکاندری گفتند این غشای خارجیش است و در داخل هم یک غشای داخلی داره. مایتوکاندری را چگونه تعریف میکنند میگفتن پاور هاوس آف د بادی مایتوکاندری وظیفش ای هستند که انرژی تولید میکنند انرژی که تولید میکنن به شکل ATP تی یعنی زمانی که من صحبت میکنم انرژی ما مصرف میکنم انرژی که ما مصرف میکنم به شکل ATP مصرف میشه این انرژی را مایتوکاندریا های اجرات بدن ما میسازن زمانی که شما این ویدیو را نگاه میکنین و تمرکز میکنین شما ATP مصرف میکنین و او ATP را مایتوکاندریا های بدنتان میسازن تا سالیان زیاد بود که این فقط یک ساختمان قایق مانند تعریف می شد ولی در ای اواخر رفرنس های متعدد آوردن که اینا علاوه ای که می ساختمان قایق مانند را داشته باشند به با این شکل می ساختمان های دایروی را داشته باشند میتونن ساختمان های ستاره مانند و یا اشکال مختلف را می که داشته باشند پس اگر شما جای دیدید که آورده باشند به شکل ساختمان های دایروی به شکل ساختمان های ستاره مانند یا به شکل ساختمان های قایق مانند می توانند که وجود داشته باشند وظیفه شان تولید انرژی هستند بعد در داخل حجره ما غشا را خواندیم مایتوکاندری را خواندیم رایبوزوم ها و اندوپلازمیک هم داریم ای اگر هسته باشند چسبیده به است ما اندوپلازمی کریتیکولم را داریم اندوپلازمی کریتیکولم ساختمان های شبک مانندی هست و این ساختمان های شبک مانند به دو بخش تقسیم بشن یک بخشش رف اندوپلازمیکریتیکولم کریتیکولم هستن و یکیش اسموت هستن رف یعنی داندار است و اسموت که هست لشم هستن بدون دانه هست رایبوزوم در ابتدا ما بشناسیم بعد میگیم که رایبوزوم بر روی اندوپلازمیک ریتیکولم موقعیت دارن رایبوزوم دو جز دارن دو کامپوننت دارن یک کامپوننتش کامپوننت والاییش هست و یک کامپوننتش کامپوننت پایینیش هست یک کامپوننت بزرگ یک کامپوننت کوچک دارن وظیفه رایبوزوم ای وقتی که هسته مسینجر آرینه را ساخت این ای ای مسینجر آر این ای میان و داخل بزوم و در اینجا خوانده بشن وظیفه بزوم خواندن پیام است این مسنجر آرنه را میخواند و هر چی که هسته دستور داده باشند اونو را به اندوپلازمیک ریتیکولم دانه دار میگن که بساز رف اندوپلازمیک چرا میگن چون بر روی این اندوپلازمیک رایبوزوم موقع دارن اینا رایبوزوم هایی هستن که بر روی اندوپلازمیک ریتیکولم موقعیت دارن هسته پیام میتن بر رایبوزوم ها رایبوزوم ها هر مسیجی که باشه تولید میکنن بعدش این مسیج زمانی که تولید شد باز میاین در اینجا ساختمان دیگر را وجود داره که به نام گلجی اپراتوس یاد میکنن اونا را میتن به گلجی دیسکای گلجی وظیفه شیست که پکینگ کنن بسته بندی کنن مواد را که باز در بخش خود گلجی صحبت میکنیم این قسمت های دیگر اندوپلازمیک ریتیکولم که لشم هستن رایبوزوم ندارن وظیفه شان ای هستن که کلسترول تولید کنند، لپید ها را تولید کنند و مواد سمیه که داخل حجره میشن اونا را غیر فعال بسازن یا غیر سمی بسازن اینا از وظایفش هست در مورد جهاز گلجی زمانی که یک پروتئین بخوایند ساخته بشن پروتئین که در داخل اپیپلازمیک ریتیکولوم ساخته شد به جهاز گلجی داده بشن جهاز گلجی که ساختمان به این شکل داره این پروتئین میاین داخل جهاز گلجی وقتی که داخل جهاز گلجی شد اگر اینا هم باشن اینا جهاز گلجی چیکار میکنن پروتئین بسته بندی میکنن بسته بندی یعنی چی یعنی ای که برا کد میزنن آدرس میزنن که هر کدام ای پروتین در کجای حجره استفاده بشن مثلا این ای قسمت پروتین ها باید برن خارج از حجره این قسمت از پروتین ها باید داخل حجره مصرف شوند و این قسمت پروتین ها مثلا انتقال داده شوند به مایتوکاندری زمانی که خارج میشن این قسمت ها میرن کامل از حجره بیرون میشن این قسمت ها میرن به مایتوکاندری و این قسمت ها در داخل حجره مورد استفاده قرار میگیرن پس در حقیقت چی شد ما در دوباره اگر ترسیم داشته باشیم حجره هسته دستور میتن پیام میتن پیام به شکل ام آر ای میتن ام ای میرن به کجا به رایبوزوم میرن در اینجا ما رایبوزوم را داریم ام آر این داخل رایبوزوم رایبوزوم ها پیام هسته را میخوانند مثل ترجمان هستند اینا پیام هسته را که خوان به اندوپلازمیک کلم رفت این اندوپلازمیک ریتیکولم میگن که هسته اینمی دستور را دادن که اینمی پروتین باید ساخته بشن پس اینا پروتین را میسازن پروتین را روان میکنن به جهاز گلجی تا جهاز گلجی پروتین را بفرسته به ناحیه‌ای که باید ارسال شن اینی سیستمی هستند که یک حجره کار میکنن در داخل حجره یک تعداد لایزوزوم ها وجود دارن ببینید ما لایز میگیم لایز یعنی تجزیه کیسه هایی است که در داخل حجره قرار دارن و داخلشان دانه هایی هستند که این دانه ها خاصیت تجزیه کننده را دارن زمانی که این موادی که از خارج داخل حجره میشن مواد غیر ضروری باشن این دانه ها میان اون مواد میگیرند و اونا را تجزیه میکنن هضم میکنن و دوباره اونا را میفرستن بیرون و همین خاطر که ما اینجا سه تا اصطلاح داریم هتروفاجی بیگانه خاری یعنی موادی که از خارج داخل میشن او مواد لایززوم ها لایز میکنن او را میگن هتروفاجی اوتوفاجی داریم هضم مواد غیر عضوی در اینجا یک قسمت حجره غیر ضروری شدن مثلا ما یک مایتوکاندری داریم این مایتوکاندری دیگه نمیتونه وظایف خود انجام بده لایزوزوم میاین و این مایتوکاندری را هضم میکنن و سبب میشن که جا برای مایتوکاندری های جدید آزاد شوند تا محیط های جدید ساخته شوند و بتوانند وظایف خود انجام بدن. و یکی دیگه هم اوتولایزز داریم در بعضی از شرایط خاص ایلی لایزوزوم پاره میشن غشاش اگر غشاش پاره شد این انزایم های هضمی که دارند یا انظام های تجزیه کننده که دارند در سر تا سر حجره پخش میشن و هی حجره را به صورت مکمل از بین میبرن خب دایتر سایبا عزیز هران چیزی که ما تا این قسمت خواندیم در اینجا خلاصه میشن یک هجره است حجره از بیرون به داخل غشای هجروی دارند بعد سایتوپلازم است و این هم نوکلیوس یا هسته است ما در مورد غشای حجروی صحبت کردیم یک دیوار دو طبقه ای است از دو طبقه فاسفولپید ساخته شده این فاسفولیپید چی اهمیت دارن اهمیتش دهی است که مواد نمیگذارن داخل حجره و از داخل حجره هم نمیگذارن که خارج شوند مگر اینکه حجره اونها را ضرورت داشته باشد بعد آمدیم در داخل حجره مایتوکاندری داریم مایتوکاندری از دو قشا ساخته شده این های خارجیش است و این های داخلیش است و در داخلش یک تعداد کرستاهای وجود داره که اینها سطح مایتوکاندری را افزایش میدن در اینجا ATP ای ساخته بشن وقتی که ATP ساخته شد ATP را میفرستن به اجره و داخل اجره و داخل اجره ATP را مصرف میکنن به خاطر فعالیت های روزمره که ما صحبت میکنیم راه میرویم نان میخوریم هر ان فعالیتی را که ما انجام میدیم این از انرژی ATP ما استفاده میکنیم بعد ما پیام هایی که خود نوکلیوس یا هسته میسازند اینا پیام های خود افراز میکنن در اینجا ای قسمت ها هستن. هستند یگر رایبوزوم باشند. پس این قسمت اندوپلازمیک ریتیکولم را هم میگن راف اندوپلازمیک ریتیکولم پیام های مسینجر آرینه ای میاین به رایبوزوم رایبوزوم پیام را میخواند و اندوپلازمیک ریتیکولم اونا پروتین را میسازند. وقتی که پروتین ساخته شد پروتین می به جهاز گلجی و جهاز گلجی است که تعیین می پروتین به کجا استفاده شد؟ آیا این پروتین که ساخته شد از اجره خارج شوند؟ آیا این پروتین بیاین به, مای... به مایتوکاندری؟ آیا این پروتین در داخل اجره ذخیره شوند؟ این که سرنوشت پروتین چیکار کار می شوند؟ او را تصمیم می بعد ما ساختمان های دیگه داریم که ساختمان ها را لایزوزوم یاد میکنن لایزوزوم انزیم های هضمی دارن انزیم های لایز کننده دارند. سبب میشن موادی را که ما از بیرون داخل حجره کردیم و تجزیه میکنن مواد غیر ضروری داخل حجره را هم تجزیه کرده میتونن در بعض شرایط پاتولوژیک ممکن است که اینا تخریب شوند ای انزیم های هضمی بیان و سرتا سر حجره را تخریب میکنن خب دکتر سایب عزیز این مبحث هم مبحث هیستولوژی هست و هم مبحث فیزیولوژی هست که پایه اردو علم را تشکیل بیتن ما اگر اینا را فامیده باشیم انشالله لکچرهای بدی را به صورت مکمل میفامیم و درک میکنیم که چی هست تا اینجا اگر کدام سوال داشته باشه بیتانید که پرسان کنید تشکر